بگو یه کاپوچینو واسم بیارم. چشم. ولی میدونی کاپوچینو چنده؟ چنده؟ 8000 تومان. خب هیچی، خواستم بدونی سرگردنه که میگن همین بغله. چه مشکل داری؟ نه چه مشکل؟ نکنه به قیافه هم نمیخوره بتونم دروا کنم. نه اتفاقا خیلی هم میخوره، چرا نخوره؟ فقط اون تعریفایی که داوود داشت میکرد ناکس، فکر نمیکردم که داره راجع به شما صحبت میکنه. اینه که کمی جا خوردم. به شما مردا باشه، زنا نه حق دارن رانندگی کنن، نه هیچ مقام مسئولیتی داشته باشن، نه دزدی و جیببری کنن. همه کارا مال مرداست دیگه، کارهای مهم. ما هم باید بشینیم تو خونه بچه بزرگ کنیم. نگفتم اینو بی خیال شین. این فقط به درد دعوا و درگیری میخوره. تو حرف نزن، بی عرضه در نمیتونی واکنی. صد دفعه نگفتم جلو هر کس و ناکس با من اینجوری حرف نزن؟ چطور تو جلو هر کس و ناکس میگی به خیال این شین؟ به خاطر همین اخلاق گندت. اخلاقم خیلی هم خوبه، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. میخوام نخوام. خب شو بهتر. امیرم تو هم زحمت بکش در خودت. به سلامه. ولی خواهش میکنم یه لحظه تشریف داشته باشی. واسه چی؟ ایشون که میگن نمیخوام. حالا ایشون یه غلطی کرده، شما زیاد جدی نگیرید. بی تربیت. الان وقت کل کردنه. اولین شروع کرد. من شروع کردم. خواهش میکنم، دارن نگاهمون میکنه. شما خواهش میکنم یه لحظه تشریف داشته باش. بفهم. شما فقط با من حرف بزن باشه. فکر نکن اینجا نشستم به خاطر تو، نشستم حال اینو بگیرم. خیلی خوب، حالا برای حالگیری حالا وقت هست. کمکمون میکنه؟ بستگی داره چه دری باشه. در یه اتاق تو همین هتل. خاک تو سرت، من فکر کردم در گاف صندوق، در یه اتاق نتونستی با کنی. دوست نشتم باز کنم، اون لحظه باش حال نکردم. خیلی خوب. خالی نمند، عرضه نداشت بازش کن. از اولش هم نباید از این میخواستی، این در شیشه خیاشور هم نمیتونه واکنه. نه دیگه، توهینم حدی داره. بگی بشین. کمکمون میکنی؟ بستگی داره. بستگی به چی داره؟ چی تو اتاق باشه؟ تو چی کار داری تو اتاق؟ چیه؟ تو قراره در رو واکنی پولتو بگیری؟ نه دیگه، ببین الکی نیستا، من کارم اصول داره. من تا ندارم تو اتاق چه خبره در وانه میکنم. جهنم نکن. خیلی خوب، یه کیفه تو اون اتاق ما میخواییم بریم برش داریم. فاس چی بهش میگی؟ حالا چی تو کیف از اینقدر مهمه؟ بفرما. به آدم بی جنبه اطلاعات بدی تا صبح میخواد بپرسه. مواد نه؟ مواد؟ چی گفته مواد؟ چه ربطی به مواد داره؟ ما یه کیف میخواییم بدزدیم، گناه که نکردیم. مواد؟ میگم نه. هستی یا نیستی؟ نه خیلی نیستم. از همه امروز هم میرم به بابا میگم چیکار داریم کنی. به آقا جون چه ربطی داره؟ چغال؟ چیه اگه قضیه مواد است؟ از چی میترسی؟ ما از هیچی نمیترسم. جناب عالی هم اگه فکر میکنی که نمیتونی درو واکنی بی خودم بهونه نگی، پای بابا اسی هم وسط نکش. میگه من مثلا چی باید بهونه بگیرم؟ چه میدونم، لابد میترسی نتونی درو واکنی جلو ما زایش. میگه من این به من میگه من نمیتونم درو. آره دیگه، برای چی انقدر بهونه میاری؟ خواهش میکنم، دارن میشنون. بهت ثابت میکنم. اه چجوری؟ درو میکنم ولی یه در دیگر ها، فقط واسه اینکه حال تو رو بگیرم. خیلی بی‌تربیتی. فکر کرده با بچه طرفه. خواهش میکنم، الان وقت کلکل نیست، اینجا پر از ماموره. الان حالیت میکنم. کجا داری زنگ میزن؟ الو سلام ابی جون، کوچیک داوود هستم. ببین یه دن هست توی یه هتل، میخوام واکنی از این کارتی هست. چه میرم نرخش چقدر؟ 100 خوبه؟ بده بابا. گوشی یکی از همکارانت میخواد باهات صحبت کنه. الو ابی مردنی، کار میدوزی از من؟ زهر مار، خب این شعورش نمیرسه. تو نباید بگی خواهر خودت این کار از چرا زنگ میزنی به من؟ دارم برات، شرط کن. بریم ببینیم اتاق کجاست. ببینین از اینجا به بعد فقط من رو فرشته صدا میکنین. برای چه فرشته؟
خوشم نمیاد از اسم خودم تو کار استفاده کنم. فرشته خفه شو باشه، فقط فکر نمی کنم اینجا راتون بدم بالا. خودم الانم چیکار کنم؟ پاشو. فرشته الو، دارم میرم بالا، چه کار کنم؟ چشم. کارت کشیدیم ارور میداد؟ کدوم کارت؟ کارتی که به در کشیدیم دیگه. ما که اصلا کارتی نکشیم. من در لحظه به طور کاملا ناگهانی تصمیم گرفتم با اینا در باز کنم. در لحظه به طور میخواستی قفل کارتی رو با اینا واکنی؟ خب البته من آخه بعد با اینا چی کار میخواستی بکنی؟ آخه کجای در میخواستی فرو کنی اینا رو؟ تو شکاف کارت دیگه. خب در بده تو محل بفهمن چی کار میخواستی بکنی که مثلا دست میگن جوک درست میکنن که باز تو جلو غریبه با من بعد حرف زدی؟ مشکلیه؟ نه فقط گفتم بین خودمون ستابمون خواهشن از این اتاق بیرون نره. 200 تومن میشه. ها؟ دست مزدم میگم 200 تومن میشه. 200 واسه یه در؟ 200 واسه یه در؟ نه، 100 واسه که به کسی نگم، 100 واسه با کردن در. این کارت اسمش حق و سکوته. ای کار بدیه. بابا من برادرتم. تو یه چیزی بگو. من میگم که 200 تومن رو تقدیم کنیم، قال قضیه کندش. ها؟ میگم که 200 تومن. شنیدم چی گفتی؟ همین شما این که بازار رو خراب میکنین دیگه. 200 تومن پول اجیر کردن یه زورگیر حرفه‌ای، اونم با دوتا نوچهش. خیلی خوب، شما خودت ناراحت نکن، بقیه شما من خودم تقدیم میکنم. به درک. بعد فردا نگین تورمه. تورمه همین شما به وجود میاریم، مخصوصا تو. شما لطف کنید به کارتون ادامه. کارت اتاقتون رو بده. کارت بده دیگه. چشم. بفرم. این کارت هیچ وقت یادم نمیره. باش یادت نمیره. الان جایی که وایسی من نگاه کنی برو تو لابی وایسا، این سرهنگه هر وقت رفت زنگ بزن خبر بده. ها؟ من برم؟ ها؟ چرا من برم؟ نه پس من میرم. شما تشریف بر با همون وسایل فوق پیش رفته در واکو مهندس. نه خب تو چرا نمیری؟ خب من باید برم تو اتاق بگردم ببینم یعنی یادم بیاد کیف کجا گذاشته. خب یه دفعه بگیم من باید برم دیگه. من که یه دفعه گفتم که ببینم. اصلا تو از کجا میدونی این یارو الان میاد بیرون؟ بابا سرهنگ مملکت علکی که نیستش که سر شلوغی بهش زنگ میزنم میاد میره تو اتاق نمیمونه. حرفشون منطقی کاملا از رو حسابه. آره آره منم اینجا نمیتونم بمونم، همون پایین خیلی بهتره. حالا میخوای بری پایین؟ گوشیت شارژ داره. تو دیگه حرف نزن. ها چشم. چی؟ گفتم چشم. نشنیدم. گفتم چشم. چشم آقان داوود. چشم آقا داوود. ولی برای چی اینقدر عصبی هستی؟ ها؟ کی گفته من عصبانیم؟ من خیلی اونم خوبه. بله بفرم. خسته نباشی. من یه سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که این برنامه مخصوص همین درباز کردنه دیگه؟ چه دیوونه هایی پیدا میشه، میشینن تو خونه برای کارت تقلبی برنامه میبینن. اینو خودم نوشتم. بله من بهتون تبریک میگم، کاش میشد اصلا یه جوری ثبتش میکردین. ثبت شده. سلام، خوش اومدید. چیزی میل داریم براتون میارم؟ نه خیر. ببخشید، عذر میخوام. چه مقدم؟ به من دستور میده بچه پرو.
لازمش نداشتم همچین با سگک کمربند میافتادم به جونش سیاه و کبودش میکردم که یاد میگیره با برادر بزرگترش چجوری حرف بزنه. بچه اینجا ببینم. بله. خواهرته؟ بله. روزی دو فصل کتکش میزنی؟ که وقتی بزرگ شد پررو نشه. چشم اون چی که دم هستم؟ چشم کوچی که دم هستم. آخش برو. چقدر حال میده شنیدنش. آخ. میشه؟ مگه دست خودش که نشه؟ اون خط چیه؟ به من رو سیستمشون رو هک کردم. این خطی که پرشه، یعنی رفتم تو سیستمشون. اون وقت کدشون رو برم دارم میریزم تو این کارته، بعد این کارته میشه شاکلیت، همه قفل رو میشه باش باکن. شاکلیت نه، شاکارت میشه. واقعا اگه شما نبودید ما مونده بودیم که چیکار بکنیم. بایی من نمیدونم چی تو کلته، خب؟ ولی این بازی ها رو من در نیار. کدوم بازیه؟ همین بازیه. ببخشید من منظورتون رو نمیگیرم. بابا مؤدب. ببین درست مثل آدم بگو چی میخوای ها؟ نقشت چیه؟ یعنی چی خانم چی داری میگی؟ من فقط خواستم ازتون تشکر کنم. هم. ببین تو اگه یاد رفته کی هستی من که یادم نرفته که. ببین خانم من نمیدونم که من چیکار کردم که شما اینقدر از من بدتون میاد. ولی مطمئنم اون دیوی هم که شما از من ساختید من نیستم. ای آره مطمئنی؟ بعد اگه بودم خودم یه حسایی میکردم. به من نمیدونم برداشت از دیو چیه ها، ولی من به کسی که یه پیرمردی کور بدبخت و واسه 1000 تومن پول کتک میزنه میگم دیو بیوجدان حیوان صفت. چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. دیو بیوجدان حیوان صفت. اینو نمیگم، اون اولیه رو. یه پیرمرد کور بدبخت و واسه 1000 تومن کتک میزنه. من چی کاری کردم؟ یا همین الان پولمو میدی یا همینجا جنازت. انصاف داشته باش ناصر خان، به جون بد هم تا آخر هفته جونش میکنم. حرفه شا هفته قبل هم همینه گفتی. مرد سایی مگه من بانگاه خیریه دارم؟ بعدک بذارم تو جهره. چرا داری میکنی وحشی؟ شما برای چنجا استادی؟ بله آبا تو شما بفرما خونه. خب پیره من چیکار داری؟ گفتم شما بفرما خونه. دخترم من از دست این دیب نجات بده. به من میگه دیب بزنم تو اونجا. اما باید من بزنی بعد اینو بزنی. آره باشه خودت خواستی. بیا برو خونه. افکر اونو نمکتو میخوام. نفهم. آره من نفهمم. راضی شدی؟ یعنی من واقعا یه پیرمرد کور رو کتک زدم؟ چه جا خوردی؟ تو محل زورگیری میکنی، مردم رو کتک میزنی، زن شوهر رو به جون همدیگه میندازی، پول مغازه دارا رو نمیدی، پولشون رو میخوری آبم روش. خب بازم بگم؟ من واقعا پس دیوم. بگیر اینجا داداش، بگیر اینجا همه. نمک بزنم؟ نه پاپ، این نمک میخورم. من دیگه هم. کف خیابون هسته توف نمی کنم. آقا ببخشید. کیلو چنده آقا جان؟ 4300 تومن درست سنه؟ چند؟ 4300 تومن. این تهرون شما از سر گردنم بدتره. قیمت خریدم درست سنه؟ اگه من یک هفته رئیس کنترل قیمت ها بشم، یک هفته، اون وقت به تالی میدم. شما مهمونه ما باشید جناب سر. این همه پول دادن واسه یک کیلو گوجه حرومه. بله بیوه جنان، پس واسه چی به من گفتیم کلین 6 تومن؟ بابا یارو سرهنگ مملکته. افک وقت ندارم، وگرنه همینجا دم چرخه یه فس کتکت میزنم. الو ناصر. چی شد؟ کبوتر از قفس پرید. میگم کبوتر از قفس پرید. بابا مورد مشاهده شد.
مورد دیگه جبخری هستی قنبری از هتل زد بیرون منم دارم میام بالا. کی گفته من دارم میام بالا؟ ها کی گفته من دارم میام بالا؟ خودم دارم میرم دنبالش مثل همیشه. باشه چش اف که وقت ندارم وگرنه یه کشیدی بهت میزدم دیوونه بشی. آره ببینم بابا تو هم مسئله داری. دارو رفت بیرون. چی شد؟ چیزی نمید. شکلی دو بده؟ شاکارت بدش به من. وای حالا چه خاکی به سرمون بریزیم. این کلیده قدیم های چه ایرادی داشت؟ سلام خسته نباشم. خسته نباشم. برو برو چشمانو میام بازم. دست شما ایشالا به پای هم پیشید. این انعام ما فراموش نشه. بله؟ انعام. بده دیگه. بله. همیشه اینجوریه یادش. دست شما در نکنم. خدا خدا خدا. چرا معطلی که فردا بریم دیگه؟ خیلی خب صبر کن بذار بگردم بذار یادم بیاد کجا گذاشتمش. خیلی خب بگردی ببین زیاد اینجا نمونی بهتره. باز چی تو کمدو بگردی؟ خب به کجا رو بگردم؟ خب اگه اون موقعی که قایمش کردی موقع هنوز کار میکرده احتمالا نباید همچین جای احمقانه میذاشتیش. راست میگی. سلام جان سرهنگ. سلام. من میخواستم بهتون بگم که چیزه واقعا از برخورد خوب شما با اون مردک گوجه فروش لذت بردم. با گرونی باید
قاطع برخورد کرد. من اگه جای شما بودم چرخشو برمیگردوندم وسط خیابون، گوجه‌هاشو لم کردم، یه واسم کتکش می‌زدم تا درس عبرتی بشه برای سایر گوجه فروشا، یعنی گرون فروشا. من زیاد تون نره جانم، اون گرون فروش خورده پاس. در این معقوله باید با گرون فروش ها ریشه‌ای برخورد کرد. منم با نظر شما کاملا موافقم. اصلا چه دوستان هنگ به نظر من مسئله گرونی دلیلش گرون فروشیه. خوشحال شدم. ببخشید جناب سرهنگ، من یه کار دیگه با اتون داشتم. بفرمایید. میخواستم ببینم شما که اینقدر واردین، شیشه بدتره یا کرک خیلی بدتره؟ بله، اجازه بدین این مقوله رو یک جوره دیگه مطرح کنم. میخوام ببینم اگر دو نفر با هم شروع کنم، اونی که شیشه میکشه زودتر میمیره یا اونی که کرک میکشه خیلی زودتر میمیره؟ این مسئله برای من خیلی مهمه. اگه بتونید در این مقوله من راهنمایی کنید، من واقعا ازتون متشکر میکنم. آره با سیفون هواکیش هم گشتم دیگه. مطمئنی تو همین اتاقه؟ مطمئن که نه، ولی خب شماره همین اتاقه دیگه. خب ببینی شاید نظافت چی آمدن اتاقه تمیز کنن ورش داشتن. اگه اینطوری باشه که بدبخت شدین. چی تو اون کیف هست اینقدر نگرانی؟ چی چی؟ هیچی که نمیشه، حتما یه چیز مهمی هست که اینجوری بال بال میزنی دیگه. مهم که هست، ولی خب من به داوود قول دادم به کسی چیزی. داوود مواد دیگه. من اونجا نگشتم، یه نگاهی اونجا بندازم ببینم شاید اینجا باشه. تخت که بار گشتی قبلا؟ خاک تو سرت. راستی جناب سرهنگ، راست میگن اینایی که کرک مصرف میکنن دماغشون میفته؟ بله. دماغشون، دماغ، میگن دماغشون فاسد میشه، خوش میشه میفته. گوشاشون هم همینطور. ها آره. ببخشید، یعنی میگم ممکنه یه وقت دست و پاهاشون هم خوش بشه بیفته، یا مثلا چششون، یا اصلا همه جاشون. ها البته یکی که همه جاش خوش بشه بیفته که دیگه آدم نیست. نه بله درست میفهمم. ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم. چیزه اینه، اعتیاد مصری نیست؟ یعنی میخواستم ببینم، نه که همش تلویزیون میگه که اعتیاد یه نوع بیماریه، گفتم شاید مصری باشه. مثلا من اگه با چند تا معتاد در ارتباط باشم برام خطرناکه؟ نخیر آقا جان، خدا رو شکر. این یه چند تا سوال دیگه هم داشتم بپرسم، الان وقت داریم؟ نخیر، کار دارم. بله ببخشید مزاحم شدم. ببخشید، ممنون وقت گذاشتید، ممنونم. آی 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 آی، منم میام. سرتونم درد آوردم. عوضش تو راه میتونین شما صحبت کنین، من از صحبتاتون سود برداری کنم. بله. مطمئن همین اتاق بوده؟ آره، این اتاق 204 باید همین اتاق باشه. اتاق یاد افتادی شماره رو؟ شماره این اتاق 204. 204 میتونه شماره هر چیزی باشه. از کجا فهمیدی شماره اتاقه؟ نمیدونم، حدس زدم. ببخشید. تازه جناب سرهنگ، میگن یک کرکی اگه چشش ضعیف باشه نمیتونه عینک بزنه. هی گفتین چرا؟ ها؟ فکر کنید. خواهش میکنم جناب سرهنگ، فکر کنید و بگید. فکر کنید. دماغ نداره، عینکش کجا بذاره بدبخت؟ مگه تو کار زندگی نداری؟ ها؟ نه چرا؟ یعنی من فقط خواستم شما رو تا دم در اتاقتون بدرقه کنم، وگرنه به جان مادرم من قصد مزاحمت ندارم جناب سرهنگ. لازم نکرده. نرید، اجازه بدید بپرسم. برو اون بر، خواهش میکنم. Thank you.
الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ بچه ها چطوره؟ الو الو صدات قطع و وصل میشه، قطع کن یه دقیقه. الو الو کیه؟ ماییم دیگه، در باز کن. وای وای خیالم راحت شد، فکر کردم گرفتنتون. اخ باز چی میزنی؟ مگه قرار نبود وقتی داری برمیگردی به ما زنگ بزنی؟ ها؟ گوشیمو تو خیابون ازن دزدیدن نامردا بقی. تو سرت اسم خودت هم میذاری دوز مثل گوسفند، وای میسی موبایل تو بزن داد بزنم لیت. بلش کن. باز چی میخوای بزنی؟ این اگه گیر میافتادیم چی میشد؟ چما میافتادیم گوشه زدون واسه ببو گلابی بیارزه دست به چلفتی. بله راست میگی. خیلی جلو غریبه ها داری با من بد حرف میزنی ها. بابا غلط کردم. بابا غلط کردی. خانم بلش کن. ببخشینش. ای بابا. پس کیف کو؟ ها؟ نبود. یعنی چی نبود؟ همه جا رو گشتیم؟ رفتیم تو، گشتیم، نبود. مگه میشه؟ پس کجاست؟ ها؟ من چه میدونم، شاید یه جای دیگه قایم کرده باشه. ناصر، میدونی اگه کیف پیدا نشه چه بلایی سرمون میاد؟ میدونی؟ مطمئن این همه جا رو گشتیم؟ بوده قرب زیادی نفر باش! بسه دیگه! ببخشید. ببین اینو واسه این خواستم بزنم که دوباره رفتی سراغ مواد، فهمیدی؟ ها مواد؟ کی گفته من رفتم سراغ مواد؟ ها من که چیزی بهش نگفتم. ناصر خیلی دهن لقی، خیلی دهن لقی. پس کجا فهمیده؟ نه شما فکر طرف حساب بچه است. نه با این حال وضعی که شما دارین چی میتونه تون کیفش غیر مواد؟ بابا 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 اسی که چیزی نمیگی. میگی؟ نه دوتوشی نه قربونا. معلومه که میگم. همین امروز تکلیف شما دو تا رو روشن میکنم. ببین تو هم دنبال خونه باش واسه خودت. خونه ما جای قاشقچیا نیست. بله چشم. دیگه فکر نمیکنم تو این هتل کاری داشته باشی. خواهش میکنم این یه بار ببر. فریبا تو رو جون هر کی دوست داری چیزی بهش نگو. قول میدم خلافو بذارم کنار، مثل بچه آدم بچسبم به جیب بری. داوود حرف نزن ها. من اصلا حساب ندارم یه چیزی میگم ها. فریبا چرا اینجوری شدی تو؟ اگه آقاتون بفهمه میدونی چه برای سرم میاره؟ چه برای سرت میاره؟ دفعه بابا ناصر تو یه چیزی بهش بگو. کجا داری میری؟ داری یادم میاد. ها؟ من تو بودم. یعنی کیفو اینجا قایم کردی دوست من؟ آره همینجا. و دستن در کارانی که
این سمینار رو برگزار کردن کمال تشکر و قدردانی رو به جا آورد و یادآور شم که در چرخه تولید امنیت و مبارزه با بدیه شوم مواد مخدر تمام نهادها، سازمانها و ارگانها پا به پای نیروی انتظامی بایستی انجام وظیفه کنند که انشاءالله در آینده نزدیک شاهد ریشه‌کن شدن مواد مخدر در کشورمون باشیم. حالا مطمئنی هم اونجا هست؟ آره مطمئنم. اگه بمیری آقا اونجا هم شد جا؟ ها؟ شما جای بهتری سراغ داشتی؟ نه راست میگی. چه جایی بهتر از هتلی که توش سمینار مبارزه با مواد مخدر انجام میشه؟ اونم درست وسط سالن سمینار. ببخشید من جای شما حرف زدم ها. خیلی خوب، حالا باید چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ نه چی کار کنین؟ من قرار بود در وا کنم که وا کردم، بقیهش دیگه به من مربوط نیست. تو در وا نکردی که، مستخدم در وا کرد. من اینه او دبه نکن، 200 بدهکاری ها. شما قرار بود یه کلید درست کنی که قفل رو باز کنه که نتونستی، باز نکرد. من قرار بود در وا کنم که وا کردم، حالا چه جوریش دیگه به خودم مربوطه. خیلی خوب باشه، ولی هیچ خواهری با برادرش همچین کاری نمیکنه. ببین داوود جان الان که داری میگی من دارم فکر میکنم که تو راست میگی. من اول تو رو بزنم تحت فشار، حالا میخوای بیخیال شده داشت اصلا بابا نمیخواد پول بده دیگه چه کاری. ممنونم آبجی. حرف نزن بابا، پولم بده. بابا بذار ببینیم از این خراب شده اگه زنده اومدم بیرون. چش پول دارم میدم. زنده یه مرده واسه من فرق نمیکنه، پولم میخوام همین الان. آخه من 200 تومن هم کجا جور کنم واسه تو؟ سر تو ته جیبای منو به تکونی 20 تومن بیشتر پول توش نی. خب فعلا همونو بده. ها همونو بده. بده دیگه. بگیر. بگیر. جورابات. همش ها؟ جورابات. میگم جوراباتو خالی کن دیگه. بگیر. داشتم. گفته چم. تو. من؟ بده دیگه. مگه نگفتی خودت نصفشو میدی؟ من هم چه هست؟ هم چی گفت؟ بجام حتما باید پاشم بزنم زیده گوشه؟ یلا خیلی خوب، ولی چرا اینقدر عصبی میشه؟ بده ببن. بگیر آبجی، بگیر حقت نوش جونت. 68 تومن جهنم و ضرر 70 تومن. ببین 130 به دهکاری ها. اقلا یه 5 تومنی باز کرای تاکسیمون میذاشتی؟ آقای وزی که معمول میدن شما ماشین این رو انتظامی از اینجا میریم بیرون، اونم کرایی که ازتون نمیگرن. خوشحال میشن برسوننتون. بیمزه. ممنونم که موجبات خنده و شادی ما رو فراهم کردین. ببینید چیه حقتونه، من چقدر گفتم در این سمت مواد، آخر قاطش هم همینه. خیلی خب، حالا تو این وضعیت نمیخواد آلبوم پندندرز بدی بیرون. حق با شماست. ما اشتباه کردیم. حق با اینه؟ آره، ما نباید این کارو میکردیم. هر بلایی سرمون بیاد حقمونه. بکر همینو کم داشتیم. آقا یک شبه همین الان یه هوی متحول شد. من خیلی بهش فکر کردم، اصلا نمیدونم برای چی داشتم همچین کارایی میکردم. خب تو حافظت از دست دادی، واسه پول بود. نمیدونم آخه به چه قیمتی محتاط کردن جوانای مردم. آه 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 تو اوضاعت خیلی ناجوره ها. اشار این کیف خلاص بشم دور این کارو خط میکشم. آقا نسیر ما رفتیم، این داداش ما دست شما سپرده. مواظبشون، نگران نباش. میبینم که نگران داداش گلتی. نگران تو نیستم، نگران بابام. بی مصرف. خیلی دختر گلیه، فقط یه خود زبونش نیش داره، یه نمورم زورش زیاده. زورش که زیاده عیبی نداره،
ولی طفله کجا زبونش نیش داره آخه؟ داره. داره چرا؟ داره. من میگم داره. بسه. حتما باید یه فصل کتک بخوری. هر شب باید با عرعر گریه بخوابی. یلا برو استراحت کن. بودو. خود چرا اینقدر عصبی میشه؟ بودو. مثل همیشه میگی چی؟ چشم آقا داوود. او چی که تمستم؟